بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از درس ریاضی و آمار 3 12 انسانی. امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه ها جون. دوست داشتیم که شما رو میدیدیم در حضوری و بدون هیچ مشکل، اما خب به هر حال این محدودیت ها رو داریم. ادامه درس 1 رو داریم براتون. در آخر جلسه قبل تبدیل رو یه مقدار معرفی کردم، دوباره برمیگردیم به معرفی تبدیل و جایگشت های آرتایی از این شعر متمایز. گفتیم که اگر ما قرار باشه که از بین یه تعداد زیادی اشیا یه چند تا دونه انتخاب کنیم، ولی انتخابمون توش ترتیب مهم باشه، در اینکه نفر اول کی انتخاب میشه برامون مهم باشه، نفر دوم کیه، نفر سوم کیه، در این حالت از تبدیل استفاده میکنیم که با نماد پی، ان و آر نشون داده میشه. پی پرانتز باز بغلش، ان و آر. ان عدد بزرگ است، آر عدد کوچیکه. مثلا اگر از بین 10 نفر بخوام 3 نفر رو انتخاب کنم، نفر اول مثلا جایزه بهش داده بشه، نفر اول تا نفر سوم جایزه داده بشه. ان منظور اینجا عدد بزرگ است، یعنی 10 نفر کلی. آر 3 نفری که میخوام انتخاب بکنم. فرمولی که برای تبدیل به کار میبریم، میگیم پی ان و آر مساویست با ان فاکتوریل بر روی ان منهای آر فاکتوریل. اینجا از این به بعد این نماد فاکتوریل و ساده کردن خیلی زیاد استفاده میشه. پس در تبدیل سرنوشت اعضا با هم فرق میکنه. 3 نفری که انتخاب میشن، مثلا نفر اول جایزش با نفر دوم فرق میکنه، یا مثلا سمتی که داده میشه نفر اول مثلا رئیس میشه، نفر دوم منشی میشه. مثلا این سرنوشت ها وقتی یکی نباشه ما از این فرمول استفاده میکنیم. فقط بالا عدد بزرگ فاکتوریه، پایین دوتا رو کم میکنیم فاکتوریه. مثال میگیم، مثلا مثال اول، از بین 5 کتاب متمایز به چند طریق میتونیم 3 کتاب رو انتخاب کنیم و در یک قفسه بچینیم. خب وقتی میخوایم در قفسه بچینیم، پس هر کتابی انتخاب میکنیم مکانش با مکان کتاب بعدی تغییر میکنه. برای همینه که اینجا از تبدیل میایم استفاده میکنیم، یعنی سرنوشت کتاب ها اینکه در کجا گذاشته بشن با همدیگه فرق میکنه، یکسان نیست. پس باید حتما از تبدیل استفاده کنیم، از پی. ان 5 آر 3، پس میشه 5 و 3. پی 5 و 3، پرانتز باز میکنیم، اول عدد بزرگ بعد عدد کوچیک. طبق فرمول بالا میشه 5 فاکتوریل، عدد بزرگ به فاکتوریل. پایین میشه دوتا رو کم میکنیم، 5 منهای 3 میشه 2 فاکتوریل. حالا میخوام اینو ساده کنم. ساده کردنش هم قبلا توضیح دادیم. چون 5 فاکتوریل عدد بزرگه، از این شروع میکنم به باز کردن. می‌نویسم 5 4 3. به 2 که میرسم همینجا تموم میکنم، فاکتوریل رو میذارم. چرا؟ چون پایین 2 فاکتوریل دارم. این دوتا رو با هم میزنم، ساده میکنم، جواب 5 ضرب در 4 ضرب در 3 که میشه 60. یا مثلا مثال دوم، در یک دوره مسابقات شنا بین 12 نفر به چند طریق امکان انتخاب نفرات اول، دوم و سوم وجود داره. پس اینجا ترتیب مهمه، خودش داره به من میگه اول، دوم، سوم. پس اینا با هم فرق میکنن، یکی نفر اول یکی نفر دومه، پس جایگاهشون با هم متفاوته. بنابراین از پی استفاده میکنم. 12 نفر دارم، 3 نفر میخوام انتخاب کنم، پس میشه 12 و 3. بالا عدد بزرگ فاکتوریل میشه 12 فاکتوریل، پایین دوتا رو کم میکنم فاکتوریل، 12 منهای 3 میشه 9 فاکتوریل. میتونم یه دفعه هم بنویسم 9 فاکتوریل. فقط حواسمون باشه تکرار تمرین، تکرار فرمولی که میکنیم دیگه بعدا کم کم دستمون راه میفته جواب رو یه دفعه مینویسیم.
خب باز میخوام اینو ساده کنیم، باز از 12 شروع میکنم، 12، 11، 10 به 9 که میرسم فاکتوریل رو میبندم چون پایین 9 فاکتوریل رو دارم، دوتا رو حذف میکنیم 9 فاکتوریل ها رو و 12 ضرب 11 ضرب 10 رو به دست میارم. یا مثال بعدی برای بازی های رفت و برگشت که در لیگ برتر فوتبال هست، اگر ما بخوایم 16 تا تیم داشته باشیم که به صورت رفت و برگشت بخوام با هم بازی کنن، میخوایم بدونیم چند تا بازی کلن باید انجام بشه برای 16 تا تیم به صورت رفت و برگشت، بازم از فرمول پی استفاده میکنم. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم رفت و برگشت یعنی ترتیب مهمه، تیم آ با تیم ب بازی میکنه، اونجا تیم ب با تیم آ داره بازی میکنه تو برگشتش. خودتونم اگر دیده باشین که توی فوتبال اینها میبینید که جایگاهشون با هم فرق میکنه، شهری که بازی میکنن حتی با هم فرق میکنه، یا حتی دروازه‌هاشون با هم فرق میکنه، بنابراین اینجا ترتیب مهمه. بنابراین میگیم پی 16 و 2 چون دو تا تیم میخوایم از بین 16 تا که هر بار با هم بازی میکنن و ترتیب هم برای ما مهمه، پس میشه 16 فاکتوریل، 16 منهای 2 هم میشه 14 فاکتوریل، دوباره 16 رو باز میکنم، 16 15 به 14 که رسیدم فاکتوریل، پایین 14 فاکتوریل هست میشه و جواب آخر رو به دست میاریم. این از فرمول تبدیل بود. مثال های تبدیل تقریبا به همین صورت هستن، اونقدر متنوع نیستن چون باید مرتب توش ذکر بشه که ترتیبه برای ما مهمه. اما زمانی که همین انتخاب رو داشته باشیم، از بین یه تعداد زیادی اشیا بخوایم چند تا دونه انتخاب کنیم و این ترتیب هم برای ما مهم نباشه، یعنی اعضایی که انتخاب میکنیم یک سرنوشت یکسان داشته باشن، مثلا از بین 10 نفر 3 نفر انتخاب کنیم، این 3 نفر رو ببریم اردو، هر 3 نفر رفتن اردو، دیگه اینجا نمیگیم نفر اول چی بشه نفر دوم چی بشه، در این حالت بهش ترکیب گفته میشه. ترکیب آرتایی از این شی، یعنی انتخاب آر شی از بین این شی، در صورتی که ترتیب از انتخاب های مهم، ترتیب مهم نباشه از بین انتخاب ها، یا سرنوشت از اعضا یکسان باشه، که اینو با نماد سی نشون میدیم. سی ان و آر مثل همون پی ان و آر نوشته میشه، اول عدد بزرگ بعد عدد کوچیک، یا به شکل یک پرانتزی که ان بالا نوشته میشه و آر پایینش نشون داده میشه، که اینم زیاد استفاده میشه. پس این پرانتز رو هر جا دیدیم، یه عدد بالا یه عدد پایینش، منظورش همون سی ان و آر هست. اینا رو دقت کنیم که اشتباه نکنیم. پس ترکیب دو تا نماد داره، یکی فرمول سی ان و آر هست، یکی پرانتزی ان و آر. در هر دوتاشون عدد بزرگ اول نوشته میشه بعد عدد کوچیک. و فرمولی که برای این به کار برده میشه یک مقدار شبیه همون فرمول قبلیه، یعنی بازم ان فاکتوریل رو بالا دارم، اون عدد بزرگه رو بالا داریم، دوتا رو کم میکنیم هم پایین داریم، دوتا کم کنیم n منهای r فاکتوریل، یه چیز دیگه اینجا ضرب میشه که خود r فاکتوریل هست، این نقطه ای که این وسط گذاشتم ضربه، پس پایین دوتا عدد فاکتوریل داریم، n منهای r فاکتوریل و r فاکتوریل، این دوتا در مخرج کسر هستن. پس c n و r یا پرانتز n بالا r پایین برابر است با n فاکتوریل، یعنی عدد بزرگ بالا پایین، دوتا رو کم می کنید فاکتوریل و عدد کوچیک فاکتوریل، دوتا عدد اونجا می بینید. زمانی از ترکیب استفاده می کنیم که ترتیب توش مهم نباشه. ترتیب مهم نباشه یعنی به ما نگفته باشه که نفر اول نفر دوم چه اتفاق براشون می افته، هر سه نفرشون یا هر چند نفری که انتخاب میشه سرنوشت یکسانی داشته باشن. مثلا مثال زدیم، از یک کلاس 14 نفری به چند طریق میتونیم 3 نفر انتخاب کنیم، دیگه برای ما محدودیت نذاشته که این 3 نفر رو برای چه کاری میخوایم، مثلا نفر اول چی بشه دومی چی بشه، فقط 3 نفر میخوایم انتخاب کنیم. پس اینجا چون محدودیت نداریم از فرمول سی استفاده میکنیم، سی 14 و 3 طبق فرمول 14 فاکتوریل بالا قرار میگیره،
پایین 11 فاکتوریل یعنی 14 منهای 3 میشه 11 فاکتوریل، یکی هم خود 3 فاکتوریل عدد کوچیک فاکتوریل که بینشون ضرب گذاشتیم. حالا میخوایم ساده کنیم مثل قبل از 14 شروع میکنیم، باز عدد بزرگه، 14 13 12 به 11 که میرسم تمومش میکنم، پایینم 11 فاکتوریل دارم با هم ساده میشن، 3 فاکتوریل رو هم مجبورم بازش کنم بنویسم 3 ضرب در 2 ضرب در 1، 11 فاکتوریل از بالا و پایین زده میشه. این 3 و 2 هم با عددهای بالایی میتونم ساده کنم، مثلا من اومدم 3 رو با 12 ساده کردم شد 4، دوباره 2 رو با 4 ساده کردم شد 2 و یه 14 و 13 و یه 2 برام موند که میتونم اینا رو ضرب کنم بنویسم جواب شد. و اینجا تعداد انتخاب های ما خیلی بیشتر میشه نسبت به پی، چون اینجا محدودیت نداره. مثال کار در کلاس کتابتون رو براتون آوردم، صفحه 9 کتابتون هست که قسمت اولش باز از عدد نویسی اومده استفاده کرده شماره یکش رو. توی این مثال گفته به چند طریق میتونیم با ارقام 1 تا 9 عددی 5 رقمی بسازیم. تکرار هم که مجاز نیست، پس بدون تکراره. 1 تا 9 هم که 9 تا عددن، باید حواسمون باشه 9 تا عدد داریم، 0 هم نداریم، خلاص. خب اینو هم میتونیم به اون روش جایگشت حل کنیم، روش قبلی، یعنی براش 5 تا جا خالی قرار بدیم و بگیم خانه اول 9 تا انتخاب داریم، خانه بعدی 8 تا، خانه بعدی 7 تا، خانه بعدی 6 تا، خانه بعدی 5 تا، که اینا رو طبق اصل ضرب در هم ضرب کنیم. 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 6 ضرب در 5. اما از فرمول پی هم میشه استفاده کرد. چرا؟ اینجا چون محدودیتمون اینه که تکرار مجاز نباشه، پس منظور یه جوری مثل ترتیب مهم هسته، یعنی مهم عدد اول چی باشه. وقتی این انتخاب شد، صندلی اول انتخاب شد، صندلی بعد دیگه محدودیت داره، تعدادش کم میشه. پس میتونیم از پی 9 و 5 هم استفاده کنیم. پی 9 و 5 چرا؟ چون گفته 5 رقمی، پس 5 تا عدد از بین 9 تا میخواییم انتخاب کنیم، میشه 9 فاکتوریل به 9 منهای 5 یعنی 4 فاکتوریل. بعد مثل همون قبل 9 رو باز میکنیم، 9 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 که میرسید تموم میشه، پایین هم 4 فاکتوریل اینا با هم حذف میشن و جواب همون 9 و 8 و 7 و 6 و 5 به دست میاد که دو روش اول استفاده کردیم. حالا هر کدوم هم راحت ترین، درکش برامون راحت تری میتونیم استفاده کنیم، ولی میخواد به ما بگه که اون جایگشتی که خوندی پی همون جایگشتی که خوندیم در عدد نویسی. تو اونجا جا خالی قرار میدادیم، اینجا میتونیم بگیم انتخاب 5 تا از بین 9 تا با فرمول پی. خب مثال بعد، مثال شماره 2 از این کار در کلاس، میگه به چند طریق میتوان از بین 9 نفر یک تیم والیبال 6 نفره تشکیل داد. خب اینجا یک تیم والیبال میخوایم بسازیم، هیچ محدودیتی بر من نذاشته که نفر اول دوم چی باشه، پس ما از فرمول سی استفاده میکنیم. فرمول سی یا که به صورت پرانتزی قرار داده انتخاب 6 تا از بین 9 تا که 9 رو بالا نوشته 6 رو پایین، یا میتونیم بنویسیم سی 9 و 6 هر دو درسته. طبق فرمول ترکیب 9 فاکتوریل بالا نوشته میشه، یه بار 6 فاکتوریل نوشته میشه عدد کوچیک پایین، یه بار هم دوتا رو کم میکنیم تو اینجا خالی مینویسیم 3 فاکتوریل، 9 منهای 6 میشه 3 فاکتوریل. بعد 9 رو باز کرده، 9 8 7 6 که میرسه، چون 6 رو پایین داریم 6 فاکتوریل، با اون 6 فاکتوریل میره 3 فاکتوریل پایینم میتونیم یه 3 ضرب در 2 ضرب در 1 بنویسیم، 3 رو با 9 ساده کنیم، 2 رو با 8 ساده کنیم و بعد جواب نهایی رو به دست بیاریم بشه 84. حتما سعی کنید این ساده کردن ها رو هی چند بار تمرین کنید که دستتون راه بیفته، اینا رو نیاز داریم ما. پس تیم والیبال 6 نفرمون میشه انتخاب 6 نفر از بین 9 نفر، انتخاب فرمول C هست دیگه، P نمیتونم استفاده کنم چون ترتیب مهم نیست، محدودیت به من نداده، سرنوشت یکسانه. یک مثال دیگه هم که ما فرمول C رو استفاده میکنیم توی زیر مجموعه ها هست،
توی زیر مجموعه ها به این دلیل که استفاده میکنیم از فرمول سی، چون ما میدونیم که در مجموعه جابجایی اعضا اهمیت نداره یا ترتیب اعضا مهم نیست. مثلا مجموعه یک و دو با مجموعه دو و یک هیچ فرقی نمیکنن، هر دو یه مجموعه. بنابراین ما میتونیم اینجا از فرمول سی استفاده کنیم. سوال اینه که میگه از توی مجموعه 8 عضوی آ 1 و 2 و 3 و 4 5 و 6 و 7 و 8 8 عضو داره، چند تا زیر مجموعه 3 عضوی ما میتونیم داشته باشیم؟ مجموعه 3 عضوی یعنی مثلا 1 و 2 و 3 با هم، 1 و 2 و 4 با هم، 1 و 2 و 5 با هم، همینجور الی آخر، همه اینها چند تاست؟ یعنی ما میخوایم 3 عضو از بین این 8 تا انتخاب کنیم، محدودیت هم نداریم، پس میشه سی 8 و 3 یا پرانتز 8 بالا 3 پایین، 8 فاکتوریل 3 فاکتوریل 5 فاکتوریل، تو دو تا جا خالی پایین یه 3 فاکتوریل یه 5 فاکتوریل نوشته میشه. 3 فاکتوریل همون عدد 3 پایینه، 5 فاکتوریل هم یعنی 8 منهای 3 که میشه 5 فاکتوریل. 8 رو باز میکنی، 8 و 7 و 6 و 5 که رسیدی میبندی، چون 5 رو پایین میبینی، 5 رو با هم میزنی، 3 فاکتوریل هم مینیسی، 3 ضرب در 2 ضرب در 1 که میتونی با 6 ساده کنی، جواب 56 براش به دست میاد. من همین شبیه همین مثال براتون آوردم که زیاد ازش استفاده میشه، تو تمرینات کتاب هم دارید. از مجموعه A, B, C, D, E, F, G, H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا، این هم 8 تا عضو داره. میخوایم تعداد زیر مجموعه های 5 عضوی بنویسیم که آبه رو حتما داشته باشه. خب تو اینجور سوالات یکم میاد انتخاب هامون رو محدود میکنه، مثلا دو تا رو خودش انتخاب کرده، مثل اینه که مثلا پارتی بازی بکنه، به شما میگه 5 تا انتخاب کن ولی آبه باید حتما باشن. خب پس بنابراین شما 3 تا میتونی انتخاب کنی نه 5 تا، چون دو تا قبلا انتخاب شده. پس شما میتونی 3 تا انتخاب کنی از بین اونایی که انتخاب نشدند، یعنی از بین C و D و E و F و G و H، از بین اینا میتونی انتخاب کنی، یعنی 6 تا. پس میشه C 6 و 3. پس یه بار دیگه میگم، به من گفته 5 عضوی انتخاب کن که شامل آبه باشه، چون خودش پارتی بازی کرده، آبه رو قبلا انتخاب کرده، من انتخابای من محدود کرده، یعنی من باید 3 تا انتخاب کنم چون دو تا قبلا انتخاب شدن. 3 تایی هم که انتخاب میکنم باید از بین اون انتخاب نشده ها باشه دیگه. پس بنابراین 6 تا برام میمونه، 3 تا از بین 6 تا انتخاب میکنم، میشه 3 6 و 3 و طبق فرمول ساده میکنم، بالا 6 فاکتوریل، پایین یه 3 فاکتوریل مال این 3 هست که داخل پرانتز نوشتم، یه 3 فاکتوریل مال 6 منهای 3 هست که 6 منهای 3 هم میشه 3 فاکتوریل. دوباره 6 بالا رو باز میکنم، 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3 فاکتوریل، چون یه 3 فاکتوریل پایین دارم، اینا با هم ساده میشن. 3 فاکتوریل بعدی رو مجبورم باز کنم، 3 ضرب در 2 ضرب در 1، اینو با 6 ساده کنم و جواب به دست بیارم. یا مثلا همین رو میتونه اینجوری مطرح بکنه، تعداد زیر مجموعه های 4 عضوی که شامل H و G نباشه، اصلا اینا رو دوست نداره، با اینا مشکل داره، نمیخواد H و G اصلا انتخاب بشن. خب اینجا میایم ما همون 4 تا رو انتخاب میکنیم، چون کسی رو انتخاب نکرده، فقط به ما گفته اینا نباشن، ما باید 4 تا انتخاب کنیم، ولی از بین اونایی که میمونن دیگه. پس H و G رو کنار میزنیم، اینا نباید باشن، فقط بر ما 6 تا بازم اس میمونه، A و B و C و D و E و F میمونه. پس میشه انتخاب 4 تا از بین 6 تا. 4 تا عوض میخوام، این دو نفری که مشکل دارن و نمیخوایم باشن رو کنار میذاریم، 6 تا میمونه، 4 تا از بین 6 تا. 6 فاکتوریل بازم 4 فاکتوریل، 6 منهای 4 میشه 2 فاکتوریل، 6 رو باز میکنم، 6 5 4 فاکتوریل که میرسم 4 فاکتوریل پایین ساده میشه، 2 فاکتوریل هم مینویسم 2 ضرب در 1، 2 رو با 6 ساده میکنم به جواب میرسم. این شبیه این تمرین توی کتابتون دارید، پس دقت کنید. همه اینها هم بچه ها توی سالهای 98 و 99
توی نمونه سوالای امتحانات نهایی بودن، شبیه اینها سوال بوده. یعنی همه چیز از همین کتاب سوال اومده، هیچ چیزی عجیب غریب از جای دیگه، از کتابای کمک آموزشی دیگه یا از یک معلم خاصی که داره درس میده نیست. همه مبنا همین کتابه، مخصوصا سوال نهایی. پس بعد خوب بخونیم، حیفه اینا رو همه رو مسلط بشیم بهشون که آماده باشیم. باز من حالا این سوالی که توضیح دادم براتون تکرارم که کردم، سر کلاس حضوریتون اگر بازم نیاز بود براتون شبیه این مثال حل میکنم. مثال دیگه ای هم که ما زیاد استفاده میکنیم توی مسئله های درس اولتون به درس دوم تو قسمت احتمال، مثال مهره ها هست. مهره ها هم زیاد استفاده میشه و فرمول سی هم توشون زیاد به کار برده میشه، چون توی انتخاب مهره ها ترتیب نمیتونیم مهم باشه، نمیتونیم وارد کنیم که جا به جایشون مهم است، مگر در حالت های خیلی خاص که اینجا اصلا بهش اشاره نشده. سوالمون اینه، میگه توی کیسه یا جعبه ای 4 تا مهره قرمز داریم و 5 تا مهره آبی، به چند طریق میتونیم 3 تا از بین اونا انتخاب کنیم به طوری که 2 تا حتما قرمز باشه و 1 آبی باشه؟ خب داره ترکیب میکنه در واقع اصل ضرب، اصل جمع رو با فرمول های تبدیل و ترکیب. یعنی دیگه داره کتاب اینجا درسش رو جمع‌بندی میکنه، هم توش جایگش داره استفاده میشه، هم ترکیب داره استفاده میشه، فرمول سی داره استفاده میشه، از کلمه و و یا هم میخواد استفاده کنه که به اضافه و ضرب استفاده کنه. پس ما یه کیسه داریم 4 تا قرمز 5 تا آبی، کلا میخوایم چند مورد انتخاب کنیم؟ 3 مورد. از این 3 تا میخوایم 2 تا قرمز باشه 1 آبی. خب ترتیب که میدونیم مهم نیست، فرمول سیه. دو تایی که میخوایم قرمز باشه باید حتما از بین 4 تا مهره قرمز انتخاب بشن، پس میشه انتخاب دو تا از بین 4 تا، یعنی سیه 4 و 2، این مال قرمز هاست. 4 تا قرمز داریم، 2 تا قرمز انتخاب میکنیم، پس میشه 4 و 2. و یک آورده میشه نماد زرد، اصل زرد. یه مهره که میخواد آبی باشه، یعنی اون یه دونه مهره رو از بین 5 تا مهره آبی بعد انتخاب کنیم، پس میشه 5 و 1، سی 5 و 1. بنابراین ما سی 4 و 2 رو جدا حساب میکنیم، سی 5 و 1 رو جدا حساب میکنیم، جوابها رو در هم ضرب میکنیم. فرمول هم فرمول سیه، برای 4 و 2 مینویسیم 4 فاکتوریل، پایین 2 فاکتوریل، 2 فاکتوریل، 4 رو باز میکنید، 4 ضرب در 3 ضرب در 2 فاکتوریل، با 2 فاکتوریل ساده میشه، 1 2 فاکتوریل میمونه، 2 فاکتوریل مینویسیم 2 ضرب در 1، با 1 4 بالا ساده میکنید، جوابشو به دست میارید. سی 5 و 1 هم مینویسیم 5 فاکتوریل به 4 فاکتوریل ضرب در 1 فاکتوریل، 5 منهای 1 میشه 4، عدد کشیدم که 1. 1 فاکتوریل هم که قبلا تو تعریف فاکتوریل قرار داد کردیم همون 1. 5 رو باز میکنیم، 5 ضرب در 4 فاکتوریل، با 4 فاکتوریل پایین ساده میشه و میرسیم به 6 ضرب در 5، جواب به دست میاد 30. همین کار رو تو سوال قسمت ب اینجوری مطرح کرده، از بین به چند طریق میتوان 4 مهره انتخاب کرد به طوری که مهره ها هم رنگ باشند. خب کلن 4 تا قرمز داریم، 5 تا آبی، 4 تا میخواییم انتخاب کنیم، مهره ها هم رنگ باشند به این معنی هست که هر 4 تا قرمز باشند یا هر 4 تا آبی باشند. 4 تا قرمز باشند یعنی از بین اون 4 تا قرمزی که تو کیسه داریم باشه، پس میشه 3 4 و 4. 4 تا آبی باشند یعنی از بین اون آبی ها 5 تا انتخاب بشن، یا هم که به معنی جمعه، پس شد 3 4 و 4 یا به اضافه 3 5 و 4. مهره ها هم رنگ باشن، پس یعنی هر 4 تا قرمز، پس میشه از بین قرمز ها 4 تا از بین 4 تا، یا هر 4 تا آبی یعنی میشه از بین آبی ها میشه 4، 3 5 و 4.
باز هر کدوم رو باید ساده کنید و به جواب برسید. 4 و 4 رو میتونید بنویسید 4 فاکتوریل، 4 فاکتوریل، 0 فاکتوریل. 0 فاکتوریل قبلا گفتیم به جاش 1 قرار میدیم. 4 فاکتوریل هم که با اون بالای ساده میشه نیاز به ساده کردن نداره که این جوابش میشه 1. بعدا میبینید که همه سی فرمول سی که به کار میبریم اگر دوتا عددش یکسان بشه جواب همشون میشه 1. سی 5 به 5 میشه 1. سی 10 و 10 میشه 1. سی 0 و 0 میشه 1. سی 5 و 4 هم حساب میکنیم میشه 5 فاکتوریل بر روی 4 فاکتوریل ضرب در 1 فاکتوریل. 1 فاکتوریل که 1ه. 4 فاکتوریل هم 5 فاکتوریل رو باز کنیم 5 ضرب در 4 فاکتوریل با اون ساده میشه 5 میمونه و جواب آخر میشه 1 به علاوه 5 مساوی 6. بعضی از اینها رو ما بعداً سریعتر میتونیم استفاده کنیم، دیگه فرمول استفاده نکنیم. مثلا 4 و 4 رو هر جا ببینیم سی 4 و 4 1 میذاریم، سی 5 و 4 رو 5 میذاریم، سی 10 و 9 رو 10 میذاریم. یعنی اگر یه دونه بینشون فاصله باشه همون عدد بزرگه میشه. یا مثلا 5 و 1 رو تو این بالایی دیدید اونم 5 مثل 35 و 4 میمونه. اینا رو فقط با تمرین و تکرار زیاد میشه به دست آورد بچه‌ها. این درستون تا پایان درس 1 ما انجام دادیم. باز هم تکرار میکنم لطفاً لطفاً درس رو خوب بخونید، تکرار کنید، از کتاب استفاده کنید، حتما مثال ها و فعالیت های کتاب رو حل کنید، تمرین ها رو تا جایی که میشه حل کنید. آماده بیاین سر کلاس، یعنی جلسه بعد آماده فرمول ها رو بعد بلد باشید، تبدیل چه فرمولی داره، ترکیب چه فرمولی داره، ما فقط ازشون استفاده کنیم. خوب اینا رو بشناسید، اصل ضرب و جمع، جایگشت، تبدیل، ترکیب. ممنونم، خسته نباشید، خدا نگهدار. سلام، امروز درس فیزیک رو باید بدیم، فصل اول درس 4 برای بچه های دهم ریاضی و تجربی. خب موضوع درس امروز ما چگونه هستش؟ میخواییم کلن بریم بحث آخر فصل اول کتاب شما به عنوان چگونه؟ چگاهی یا رو جرم یکای حجم هر ماده رو بهش میگن چگالی ماده. یعنی چی؟ یعنی بیاییم جرم رو تقسیم بر حجم کنیم میشه چگالی. میدونید که جرم واحدش تو اس آی کیلوگرم بود، حجم واحدش تو اس آی متر مکعب بود. چگالی برابر میشه با کیلوگرم بر متر مکعب. خب نکته که باید دقت کنید اون مثلث طلاییه که تو کلاس‌های حضوری براتون توضیح دادم. این مثلث اومده گفته چگالی رو مساوی با ام به روی بی. خب رو پایین می‌نویسیم، ام بالا و بی پایین. واحدش میشه کیلوگرم بر متر مکعب. یک های دیگه چگالی ممکنه گرم بر سانتی متر مکعب باشه و یا گرم بر لیتر. پس همیشه میایم جرم رو تقسیم بر حجم میکنیم که چگالی به دست بیاد. گفتی که اینجا در نظر گرفتی براتون، گفتی چگالی کدام حالت ماده بیشتر. دقت کنید بچه ها، هرچه ماده مولکول‌هاش به هم نزدیک‌تر باشن، فاصله مولکول‌ها کم باشه، چگالی ماده بیشتر میشه. یعنی عموماً ما میگیم چگالی جامدات از چگالی مایعات و چگالی گازها بیشتره. چرا؟ چون جامدات مولکول‌هاشون به هم فشرده‌ترن، نزدیک‌ترن، هرچقدر به هم نزدیک‌تر باشن چگال‌ترن. بعد از جامدات مایعات میشن که چگالی اونها یه مقدار کمتر و در پایان گازها که چگالی بسیار کمی دارن. بریم سراغ اولین پرسش. اولین پرسش میگه که چگالی جیوه 13600 کیلوگرم بر متر مکعبه. یعنی چه؟
یعنی که هر متر مکعب جیوه 13600 کیلوگرم جرم داره. حالا پرسش دو میگه چگالی آب 1 گرم بر سانتی متر مکعب. این یعنی چی؟ میگیم وقتی میگیم چگالی آب 1 گرم بر سانتی متر مکعب، یعنی در هر سانتی متر مکعب آب 1 گرم جرم وجود داره. به چگالی اجسام جرم حجمی هم گفته میشه. حالا میرید سراغ جرم. بچه ها جرم عموماً مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم رو میگن. پس مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم رو میگن جرم. جرم رو معمولاً با ترازو اندازه میگیرن و وقتی که بخوایم جرم یک جسم رو با ترازو اندازه بگیریم، میایم و اون رو به راحتی در ترازوهای مختلف قرار میدیم که شما ترازوهای دیجیتالی دارید، ترازوهای عقربه‌ای دارید و میتونید جرم رو محاسبه کنید. اما حجم، فضایی که یک جسم اشغال میکنه میگن حجم. ببینید بچه ها، حجم رو عموماً شما الان سالهای قبل توی دوره اول دبیرستان حجم اشکال مختلف هندسی رو یاد گرفتیم. حجم کلاً برابر میشد با فرمول‌های مختلف هندسی که داشتیم. حالا ما حجم رو از دو طریق میتونیم اندازه بگیریم، یا از طریق روابط هندسی یا از طریق استوانه مدرج. استوانه مدرج به راحتی میتونیم حجم رو به وسیلهش اندازه بگیریم. حالا پرسش، چگونه حجم یک جسم رو میتوان تعیین کرد؟ ببین اگر دو حالت پیش میاد، اگر جسم شکل هندسیش مشخص باشه، مثل مکعب، مثل مکعب مستطیل، مثل استوانه، مثل کره، به وسیله فرمول‌های هندسی میتونیم حجم رو به دست بیاریم. مثلا حجم مکعب میشه 1 ضرب توان 3، یا مثلا حجم مکعب مستطیل میشه طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع، یا حجم استوانه میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. مساحت قاعده هم که معمولا استوانه قاعدهش دایره است. یا میان برای حجم کره، حجم کره هست 4/3 πr به توان 3. 4/3 πr چی هسته؟ شعاع به توان 3. حالا میریم سراغ قسمت بعدی. میگیم اگر جسم شکل هندسیش مشخص نباشه، ما برای پیدا کردن حجم جسم چیکار میکنیم؟ دیگه اگر جسم شکل هندسی مشخصی نداشته باشه، اول یه استوانه مدرجی رو برمیداریم، داخلش یک مقداری آب میریزیم، بعد میایم حجم رو اندازه میگیریم، میشه 50 مثلا سانتی متر مکعب. داخل این آب جسممون رو میندازیم، نگاه میکنیم میبینیم حجم آب از حجم اولیه اومد بالاتر. حجم آب بالا اومده مثلا میشه 80 سانتی متر مکعب. حجم ثانویه رو منهای حجم اولیه میکنیم میشه حجم جسم. پس ببینید ما در حقیقت از طریق استوانه مدرج اون اختلاف ارتفاع رو پیدا میکنیم. اختلاف ارتفاع میشه حجم جسم. حالا یادتون باشه تبدیل واحد 1 متر مکعب کلا میخوایم ببینیم چند لیتره. بچه ها یادتون باشه 1 متر مکعب 1000 لیتره. 1 متر مکعب 1000 لیتره. چرا؟ چون هر 1 لیتر برابر با 1 پارچه آب. ولی 1 متر مکعب 1 مکعبیه به طول و عرض و ارتفاع 1 متر. حالا پرسش، چگونه چگالی اشیایی مثل کلید، قاشق، چنگال، کارد و انگشتر رو به دست میاریم؟ دیگه اولین کاری که میکنیم جسممون رو در داخل یه ترازو قرار میدیم و جرمش رو به دست میاریم. بعد جسم مورد نظرمون رو میایم در استوانه مدرجی که مقداری آب درونشه میندازیم.
به طوری که این جسم کاملا در داخل آب فرو بره. حجم بالا اومده میشه حجم جسم مورد نظر. طبق فرمول چگالی میگیم چگالی برابر است با جرم تقسیم بر حجم، و به این ترتیب میتونیم چگالی رو به دست بیاریم. حالا میگه چگالی یک قطعه فلز به جرم 440 گرم و حجم 40 سانتی متر مکعب رو به دست بیاریم. خب فلزمون جرمش 440 گرمه، حجمش 40 سانتی متر مکعبه. میگیم چگالی برابر میشه با جرم تقسیم بر حجم. جرمش 440، حجمش هم 40، این دوتا رو تقسیم بر هم میکنیم میشه 11 گرم بر سانتی متر مکعب. خب یکی از پرسش ها و مسئله های فصلتون، یه قطعه فلزی به شما داده میشود، ادعا میشود که از طلای خالصه. حالا چطوری میتونید درستی این ادعا رو بررسی کنید؟ میگیم میایم جرم قطعه فلز رو که با ام نشون میدیم با استفاده از ترازو به دست میاریم، حجمش رو با یه استوانه مدرج که یه مقدار آب توش هست اندازه میگیریم. خب چیکار میکنیم بچه ها؟ استوانه مدرج داخلش یه مقدار آبه، این قطعه رو هم میندازیم داخلش، این ارتفاع تغییر میکنه. از طریق این تغییر ارتفاع میتونیم حجم رو به دست بیاریم. حالا میگیم جرم رو بر حجم تقسیم میکنیم و چی به دست میاد؟ چگالی. چگالی طلا هم هولوش 19.3 گرم بر سانتیمتر مکعبه. خب گفته بزرگترین شمش طلا با حجم 1.573 ضرب در 10^4 سانتی متر مکعب و جرم 250 کیلوگرم توسط یک شرکت ژاپنی ساخته شده. چگونه این شمش طلا را به دست آورید؟ دیگه برای اینکه این شمش طلا چگونه به دست بیاریم، اول باید چیکار کنیم؟ جرم رو تقسیم بر حجم کنیم. جرم این جسم چقدره؟ 250 کیلو گرم. برای پیدا کردن حجم نگاه میکنیم، حجم سانتی متر مکعبه. برای اینکه تبدیلش کنم به متر مکعب چیکار میکنم بچه ها؟ نگاه کنید، از تبدیل زنجیره ای میرم، میگم سانتی 10^-2. وقتی که به توان 3 برسه، چون در حسب سانتی متر مکعبه، میشه 10^-6. 1.573 ضرب در 10^-2 متر مکعب. حالا برای به دست آوردن چگالی میگیم چگالی برابر با جرم تقسیم بر حجم. جرم رو دارم 250 کیلوگرم، حجم رو هم که پیدا کردم این دوتا رو تقسیم میکنم میشه چگالی این جسم. خب پرسش ها و مسئله های فرض. حالا میگه نتیجه به دست اومده در قسمت ب رو با چگالی طلا در جدول مقایسه کنیم. میگیم که دقت میکنیم چرا نتیجه ما با اون چیزی که با عنوان چگالی طلا یکی نیست. آخه نتیجه شما چند شد؟ نتیجه که دست آوردیم شد 15893 کیلوگرم بر متر مکعب. و این چگالی طلا رو اگه نگاه کنید توی اونجا تو جدول این عدد نیست. میگه این اختلافی که اینجا وجود داره در حقیقت به خاطر ناخالصی هستش که در طلا وجود داره. عموماً طلا رو معمولاً میان یه مقداری از فلزهای مس، نقره، نیکل یا روی رو باهاش مخلوط میکنن. در نتیجه چگالی مخلوط از چگالی طلای خالص کمتره. حالا سوال کرده تمرین برای تعیین چگالی یک جسم، ابتدا چیکار باید بکنیم؟ جرمش رو پیدا کنیم، بعد حجمش رو پیدا کنیم و با توجه به داده هایی که داریم چگالی به دست میاد. الان ببینید یک جسم داریم، جرمش هست 8.24 گرم،
حجمش رو چجوری پیدا میکنم؟ نگاه کنید از این شکل کاملا مشخصه 23.1 میلیلیتر وقتی که جسم داخلش رفته، وقتی خالی بوده بوده 18.5. پس اول 23.1 رو منهای 18.5 میکنم میشه 4.6 میلیلیتر. 4.6 رو ضرب در 10^-3 میکنم میشه لیتر. حالا میگم چگالی برابر است با جرم تقسیم بر 8. جرم رو دارم چقدر؟ 8.24. حجم رو دارم چقدر؟ 4.6 ضرب در 10^-3 و به این ترتیب چگالی به دست میاد. چگالی 8.24 رو تقسیم بر 4.6 کنیم میشه 1.79 گرم بر سانتیمتر مکعب. تمرین بعدی، تمرین کتابتونه، گفته حجم خون در گردش یک فرد بالغ با توجه به جرمش میتواند بین 4.7 لیتر تا 5.5 لیتر باشد. جرم 4.7 لیتر خون چند کیلوگرم است؟ خب میگه که اولین کاری که میکنیم 4.7 لیتر رو تبدیل میکنم به سانتیمتر مکعب. یادتون باشه بچه ها هر یک لیتر 1000 سانتیمتر مکعب. خب 4.7 رو میام تبدیل میکنم به سانتیمتر مکعب. 4.7 رو ضرب در 1000 میکنم میشه 4.7 ضرب در 10^3 سانتیمتر مکعب. جرم رو ندارم، چگالی رو هم دارم، 1.05 گرم بر سانتیمتر مکعب. خب میگم چگالی برابر است با ام به روی وی. ام رو ندارم میشه روی ضرب در وی. خب جرم رو که میخوام پیدا کنم میام چگالی رو ضرب در حجم میکنم میشه 1.05 ضرب در 4.7 ضرب در 10^3. تمرین گفته جرم و وزن تقریبی هوای درون کلاس خودتون رو پیدا کنید. بگیم اگر ابعاد یک کلاس فرضی رو بگیریم 4 در 9 در 3، خب میام اول ابعاد رو در هم ضرب میکنم، 4 رو ضرب در 9 میکنم ضرب در 3 میشه 108 متر مکعب. چگالی هوا رو هم دارم، 1.29 کیلوگرم بر متر مکعب. خب میایم حالا از طریق رو مساوی ام به روی بی جرم رو پیدا میکنیم. میگیم رو مساوی ام به روی بی، ام میشه رو ضرب در بی. ام رو دارم 1.29 و میشه 139، تقریبا میشه 139 کیلوگرم. یادتون باشه بچه ها جرم رو وقتی دارم و وزن رو میخوام باید جرم رو ضرب در 10 کنم که وزن به دست بیاد، میشه 1390 نیوتن. سوال بعدی گفته جرم 200 لیتر نفت چند کیلوگرمه؟ خب میام میگم که 200 لیتر نفت، پس حجم رو داده 200 لیتر. چگالی نفت هم داده 0.8 گرم بر سانتیمتر مکعب. جرم رو میخواد، میام چگار میکنم؟ 200 لیتر رو مینویسم. برای تبدیل لیتر به متر مکعب میام 200 رو تقسیم بر 1000 میکنم، چون هر یک متر مکعب 1000 لیتره. خب یک لیتر پس میشه 1000 متر، پس هر عددی که من بدم تقسیم بر 1000 میکنم، 200 تقسیم بر 1000 میشه 0.2 متر مکعب. رو پیدا میکنم میشه 0.8 گرم بر سانتیمتر مکعب، تبدیل میکنم به کیلوگرم بر متر مکعب و از اینجا جرم پیدا میشه. 800 رو ضرب در 2 میکنم میشه 160 کیلوگرم. خب اینجا برای یه تمرین بهتون داده، گفته 2 لیتر روغن چند گرم سنگین تر از 2 لیتر بنزینه؟ بچه ها 2 لیتر روغن یعنی حجم روغن 2 لیتر، 2 لیتر بنزین یعنی حجم بنزین هم 2 لیتر. چگالی روغن رو داده 0.8 گرم بر سانتیمتر مکعب، چگالی بنزین رو هم داده 680 کیلوگرم بر متر مکعب و از اینجا به راحتی میتونید پیدا کنید. این سراغ تمرین بعد،
حجم 1580 گرم الکل چند لیتره. خب اولین کاری که میکنیم میگیم جرم الکل چقدر بچه ها؟ 1580 گرم. اول میام این رو تبدیل میکنم به کیلوگرم، 1580 رو تقسیم بر 1000 میکنم میشه 1.58 کیلوگرم. خب چگالی الکل چقدره؟ 790 کیلوگرم بر متر مکعب. از اینجا حجم رو پیدا میکنیم، رو مساوی ام به روی وی، وی میشه ام به روی رو. خب از اینجا وی رو میخوام پیدا کنم، جرم رو دارم، چقدره؟ 1.58 تقسیم بر 790 و از اینجا حجم پیدا میشه. سوال بعدی گفته چگالی کره همگن به جرم 2 کیلوگرم و به شعاع 20 سانتی متر چند کیلوگرم بر متر مکعب و چند گرم بر سانتی متر مکعبه. خب کره همگن دارم، جرمش چقدره؟ 2 کیلوگرم، میگیم ام 2 کیلوگرمه، شعاع آر هم 20 سانتی متره. حالا گفتی که چند کیلوگرم بر متر مکعب و چند گرم بر سانتی متر مکعبه، میگیم حجم مساویه با 4/3 پی آر به توان 3. خب 4/3 رو می‌نویسیم، پی رو 3 می‌گیریم، آر به توان 3 میشه 2/10 به توان 3. 4 رو ضرب در 8000 رو می‌کنیم میشه 32 ضرب در 10 به توان منفی 3 متر مکعب. حالا میگیم چگالی برابر با حجم تقسیم بر جرم تقسیم بر حجم. جرم رو داریم چقدر؟ 2 کیلوگرم. حجم رو داریم 32 ضرب در 10 به توان منفی 3 و از اینجا چگالی رو به راحتی پیدا میکنیم. سوال بعدی گفته چگالی هوا در شرایط متعارفی تقریبا 1.3 کیلوگرم بر متر مکعبه. جرم هوای داخل یک سالن در ابعاد 20، 15 و 3 متر چند کیلوگرمه؟ خب اولین کاری که میکنم چگالی رو دارم 1.3 کیلوگرم بر متر مکعب. جرم رو خواسته، درسته؟ پس ام رو ندارم، ولی ابعاد سالن رو به من داده، 20 در 15 در 3، 20 رو ضرب در 15 میکنم، ضرب در 3 میکنم، میشه 900 متر مکعب. میگم چگالی برابر است با جرم تقسیم بر حجم. از اینجا جرم میشه رو ضرب در وی. رو چقدره؟ 1.3 ضرب در 900 که به این ترتیب پیدا میشه. حالا میگه چجوری بکنم اگه چگالی حجم حفره رو میتونم محاسبه کنم؟ میگم حجم حفره میشه حجم ظاهری منهای حجم واقعی. یادتون باشه حجم ظاهری یعنی حجمی که از ابعاد هندسی به دست میاد، حجم واقعی یعنی حجمی که از چگال جرم و چگالی به دست میاد. خب چرا کشتی های فولادی در آب شناور میمونن؟ میگیم چون چگالی کل کشتی از چگالی آب کمتره. سوال بعدی گفته جرم جسمی که حجم 100 سانتی متر مکعب 500 گرمه، اگر چگالیش 8 گرم بر سانتی متر مکعب باشه حجم حفره درون اون جسم چقدره؟ خب میام میگم که حجم 100 سانتی متر مکعبه، جرم چقدره؟ 500 گرم. چگالی رو به من داده 8 گرم بر سانتی متر مکعب، حجم حفره رو میخواد. میام میگم رو مساوی ام به روی وی، ام رو دارم چقدر؟ 500. وی رو میخوام پیدا کنم، ببخشید وی حجم میشه، بله حجم میخوام پیدا، درسته. الان 500 رو تقسیم بر 8 میکنیم میشه 62.5 سانتی متر مکعب. خب حجم حفره برابر میشه با حجم ظاهری منهای حجم واقعی. سوال بعدی گفته یک مجسمه فلزی داریم 40 کیلوگرمه و 600 متر مکعب حجمشه. چگالی فلز به کار رفته در مجسمه 8000 کیلوگرم بر متر مکعبه. حجم فضای خالی رو پیدا کنیم. ببینید برای پیدا کردن این اولین چیزی که میگه حجم رو داده 600 متر مکعب، جرم رو داده 40 کیلوگرم، چگالی رو داده 8000 کیلوگرم بر متر مکعب، حجم واقعی رو میخوام.
یا کلن بهتر بگم حجم فضای خالی رو میخواد یا حفره. خب بچه بهتون گفتم حجم واقعی میشه از جرم و چگالی. جرم رو دارم، چگالی رو دارم، حجم واقعی رو پیدا میکنم. میگم حجم حفره میشه حجم ظاهری نرمای حجمی که به صورت توپر یا واقعیه و به این ترتیب حجم حفره پیدا میشه. سوال بعدی دو تا مکعب مشابه داده، یکی توپر و توخالی. اگر جرم مکعب توپر رو داده اینقدر باشه و جرم مکعب توخالی هم اینقدر باشه، حجم فضا رو پیدا کنید که این به دست میاد. چگالی خون بین 1.4 گرم بر سانتی متر مکعب تا 1.6 گرم بر سانتی متر مکعب. علت این اختلاف چیه؟ میگیم دلیل اختلاف اینه که گلبول‌های سرخ خون باعث افزایش چگالیش میشه. اگر برای اندازه گیری جرم جسمی وزنه در اختیار نداشته باشیم چجوری جرمش رو اندازه میگیریم؟ میگیم با استفاده از فرمول چگالی. چگالی رو داریم، حجم رو هم داریم و به راحتی جرمش به دست میاد. سوال بعدی برای نکته است. میگه اگر دو مایع رو مخلوط کنیم و هیچ تغییر حجمی صورت نگیره، چگالی مخلوط از رابطه زیر دست میاد. چگالی مخلوط میشه M1 به اضافه M2 B1 به اضافه B2. دو مایع داریم به چگالی رو 1 و رو 2 به حجم های برابر با هم مخلوط شدن. پس یادتون باشه بچه ها چگالی مخلوط کلن اینه رو مساویه M1 به اضافه M2 به B1 به اضافه B2. حالا اگه حجم ها با هم برابر باشن، جای M1 میذارم رو 1 B، جای M2 میذارم رو 2 B. چرا؟ چون B1 B2 با هم برابر هم دیگه. پایین هم میشه B به اضافه B، میشه رو 1 به اضافه رو 2 2. تغییری که داده گفته 12 گرم از مایعی داریم به حجم 20 سانتی متر مکعب و با 18 گرم از مایع دیگه به حجم 30 سانتی متر مکعب مخلوط کردیم. چگالی مخلوط رو دوابه چند گرم بر لیتره؟ بگیم جرم اولی 12 گرمه، حجمش از 20 سانتی متر مکعب. جرم دومی 18 گرمه، حجمش از 30 سانتی متر مکعب. خب چگالی مخلوط میشه M1 به اضافه M2 به B1 به اضافه B2. M1 رو داریم 12، M2 رو داریم 18، B1 به اضافه B2 هم میشه 50 و چگالی به دست میاد. یه سری تست اینجاست که لطفاً اینا رو هم نگاه کنید. این تست ها و تعمیل ها خیلی خوبه که مثلا نگاه کنید، دیگه میخوام از ماده ایده چگالی 800 کیلوگرم بر متر مکعب یک مکعب توپر درست کنیم به ضلع 5 سانتی متر. چند کیلوگرم از این ماده لازم داریم؟ خب میگه چگالی چقدره؟ 800 کیلوگرم بر متر مکعب. ضلع اون مکعب چقدره؟ 5. اول حجم رو پیدا میکنیم، چگالی هم داریم و جرم به دست میاد. خب نگاه کنید، گفته که چگالی کره آ 2.5 برابر چگالی مکعب ب. خب میگم رو آ به رو ب مساویه با 2.5. اگر جرم کره آ 73% کمتر از جرم مکعب باشه، یعنی وی آ هرچی هست 73% کمتر از وی ب هست، یعنی وی آ میشه وی ب منهای 73%. شعاع کره آ تقریبا چند برابر ضلع مکعبه؟ اینو هم جواب رو اگه حل کنید آ تقریبا میشه 0.3. بچه ها دقت کنید، فصل اول شما با این تمرین ها به پایان رسید. چگالی رو هم درس دادم و انشالله در کلاس های حضوری که برگزار میشه تو مدرسه حتما تمرین ها برای شما رفع اشکال خواهد شد. امیدوارم که موفق و معید باشید و حتما این جزوه هایی که در اختیارتون میذارم بخونید. جزوه ها رو بخونید و تمرین ها رو هم لطفا انجام بدید. فعلا خدا نگهدار.